بینندگان شبکه جهانی کانال یک درود و وقت بخیر امروز شنبه یکم اسفند ماه 1402 به این بخش خبری همراه با من مناپشان خوش آمدید ابتدا سرخط خبرها مهاجرت از سر نامیدی و رسیدن به زندگی بهتر از نگاه نخبگان مهاجرت سازمان یافته نخبگان از دیدگاه نظام امنیتی کردن مهاجرت نخبگان سیاستی از پیش شکست خورده با وجود اده های سرن نظام از امنیت شدید سایت ها و سامانه های دولتی اما گروه عدالت علی از حق سامانه مدیریت قوه قضایی خبر داد و در ادامه این بخش خبری اهدای جایزه بنیاد سینما برای صلح به نام محافظ دموکراسی و حقوق بشر به نرگس محمدی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از راه اندازی دفتر پلیس گذرنامه و مهاجرت در این بنیاد خبر داده تا به گفته او اطلاعات مربوط به ورود و خروج نخبگان و افراد مورد نظر در کمتر از یک ساعت در اختیار بنیاد قرار بگیرد اقدامی که می تواند به عنوان امنیتی شدن مهاجرت نخبگان توصیف کرد وبسایت رویداد 24 در رابطه با سخنان قائم مقام بنیاد نخبگان نوشت راه حل مسئولان برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان با همکاری پلیس جلوی مهاجرت نخبگان را میگیریم محمد فاضلی جامعه شناس هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت قوه عاقله حکمرانی به حدی نزول کرده که جز راهکار پلیسی در برابر پدیده اجتماعی هیچ ذهنیتی ندارد قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در بخش از گفتگویش با خبرگزاری مهر همچنین مدعی شده بود که برخی ها مجموعه کسب و کار در حوزه مهاجرت را انداختن و با قیمت های بسیار پایین شرایط مهاجرت نخبگان را فراهم می کند. رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز روز 18 دی گفته بود که ریشه مهاجرت در ایران اقتصادی نیست و با نداشتن تصویر روشن از آینده مردم مهاجرت می کنند تا در ایران نباشند. او همچنین از کنترل ورود و خروج افراد تحصیل کرده خبر داد و گفت قرار است پلیس گذرنامه در بنیاد ملی نخبگان نمایندگی و دفتر داشته باشد تا اطلاعات مربوط به ورود و خروج نخبگان و افراد مد نظر ما را به صورت آنلاین و کمتر از یک ساعت در اختیار ما قرار بدهند بنیاد ملی نخبگان از سال 1385 آغاز به کار کرد و زیر مجموعی ریاست جمهوری ایران است و رئیس آن هم معاون رئیس جمهور به شمار می محدودیت های فضاینده اجتماعی، رکود اقتصادی، مشکلات معیشتی، تبعیض و بیعدالتی، فیلترینگ و همچنین محدودیت اینترنت در سال جاری، اخراج گسترده اساتید و دانشجویان دانشگاه های برتر در حال رقم زدن مهاجرت توده و گسترده مردم ایران است. چند خبر کوتاه گروه سایبری موسوم به عدالت علی یکم اسفند ماه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در یک حمله سایبری پیچیده موفق شده است به سامانه مدیریت پرونده های قضایی در قوه قضایی جمهوری اسلامی نفوذ کند این گروه مدعی است که به میلیون ها سند و پرونده دست یافته است گروه هکری عدالت علی در بیانیه خود به زمان برگزاری انتخابات مجلس اشاره دارد و این مدارک را افشا کننده آشکار کردن چهره واقعی جمهوری اسلامی خاند این گروه نوشته است تمام هموطنان میتوانند بیش از 3 میلیون پرونده قضایی را در سایت خاصی که به این منظور کرده کردند مشاهده کنند بابک پاکنیا یکی از وکلای متهمان پرونده اکباتان اعلام کرد که وکالت علیرضا برمرز پورناک را بر دارد اما قاضی سلباتی اجازه وکالت در بخشی از پرونده را به او نداده و ابلاغیه‌ای هم ارسال نشده است آقای پاکنیا در شبکه اجتماعی اکس نوشت که جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده اکباتان روز سهشنبه اول اسفند در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل خواهد شد اما ابلاغیه‌ای برای او ارسال نشده است پیام درفشان یکی دیگر از وکلای پرونده بازداشت شدگان پرونده اکباتان روز 28 بهمن به سایت دیدبان ایران گفته بود که چهار تن از متهمان قرار است در دادگاه انقلاب اسلامی تحت عنوان محاربه محاکمه شوند بنابر گزارشها ها متهمان این پرونده در طول بازداشت مورد شکنجه های سخت قرار گرفته و ودار به اعتراف علیه خود و دیگر متهمان شدند در ابتدای آبان سال 1401 در جریان اعتراضات سراسری به کشته شدن مسا در بازداشت گشت ارشاد و پس از کشته شدن آرمان علیوردی در شهرک اکباتان تهران دست کم پنجاه تن از جوانان ساکن این شهرک بازداشت شدند که از میان آنها برای چهارده تن که فرخواست ساده شد رافل گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که ایران همچنان به غنیسازی اورانیوم در سطوحی بالاتر از نیازهای تجاری ادامه میدهد و افزود که قصد دارد ماه آینده برای اولین بار طی یک سال اخیر به ایران سفر کند آقای گروسی در گفتگویی با خبرگزاری رویترز عنوان کرد که ایران اگرچه سرعت غنیسازی اورانیوم را به نسبت اواخر سال گذشته تا حدی کمتر کرده اما همچنان در حال غنیسازی اورانیوم در در حدود 7 کیلوگرم در ماه و خلوص 60 درصدی است. غنیسازی سازی 60 درصدی اورانیوم به درجه لازم برای تولید سلاح هسته‌ای نزدیک است و الزامن برای امور تجاری و غیر نظامی کاربرد ندارد. ایران تاکید دارد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست اما هیچ کشوری تا کنون وی توجه به تولید سلاح هسته‌ای اقدام به غنیسازی اورانیوم در این سطح نکرده است. نهادهای امنیتی آمریکا و چند کشور دیگر در یک عملیات مشترک وبسایت گروه هکری لاک بیت یکی از پرکارترین باجافزارهای جهان را به کنترل خود و به گزارش رویترز سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا و همچنین سخنگوی آژانس جرم و جنایت بریتانیا تاکید کردند که نهادهای امنیتی فعالیت این باند هکری باجگیر را مختل کردند در حال حاضر در وبسایت این گروه هکری یادداشتی دیده می شود که میگوید کنترل این صفحه در دست NCA یعنی آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا است در ادامه این بخش خبری همراه ما باشید صفحه اینستاگرامی منصوب به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل خبر داد که جایزه بنیاد سینما برای صلح به نام محافظ دموکراسی و حقوق بشر به فرزندان او در برلین اهدا شده است بر اساس این گزارش خانم محمدی در پیامی برای مراسم دریافت این جایزه از جهانیان خواست تا در قبال رنج میلیون ها زن در خاورمیانه به در ایران تحت رژیم جمهوری اسلامی و در افغان وارستان تحت رژیم طالبان سکوت نکنند او تاکید کرد که ما ایستاده ایم و به مبارزه برای گذار از رژیم دینی استبدادی و زن ستیز جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد نرگس محمدی ابراز اطمینان کرد که مردم ایران پیروز خواهند شد و خطاب به جهانیان گفت که صدای سرود پیروزی ما را از خیابان‌های شهرهایمان خواهید شنید بر اساس این گزارش علی رحمانی و کیانا رحمانی فرزندان تغییر رحمانی همسر و حمیدرضا محمدی برادر این فعال حقوق بشر زندانی در مراسم اهدای جایزه محافظ دموکراسی و حقوق بشر که روز دوشنبه سیوم بهمن برگزار شد حضور داشتند این جایزه به پاس سالها فعالیت مبارزه و ایستادگی خانم محمدی در زمینه حقوق بشر حقوق زنان و دموکراسی در ایران به او اهدا شد نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و متولد 1351 در شهر زنجان سال گذشته میلادی در شرایطی که زندانی بود برنده جایزه جهانی صلح نوبل شد. بنیاد سینما برای صلح جایزه محافظ دموکراسی و حقوق بشر سال گذشته خود را به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان اهدا کرده بود. امیر قلنوی سرمربی تیم ملی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که او و تارمی پس از بازی با ژاپن در جام قهرمانی آسیا 2023 در تماس با ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف از مشکلات مالی مردم حرف زده. اندمر قلنوی همچنین اضافه کرد فوتبال نتیجه است. ما اگر نتیجه نگرفته بودیم که نمیماندیم. این را هم بگویم در قرارداد من هیچ شرطی برای تمدید نبود. ما می قهرمان هم بشویم ولی فوتبال است دیگر. او همچنین مدعی شد تیم ملی با وجود گل خوردن در همه بازی های جام قهرمانی آسیا 2023 در ساختار دفاعی جز دو تیم برتر جام بود است. نکن که ما لیاقت قهرمانی داشتیم. با توجه که این تیم چهار سال جوانتر بود دوره قبل. هی سال جوانتر بود دو دوره قبلش. ولی این تورنمنت جوری شد که ما لیاقتمون قهرمانی بود. اشتباهی هم بوده من مقصرم. خب اینو قبول داریم دیگه جزء تیمایی بودیم که زیاد گل خوردیم اینو ما قبول داریم ولی تو ساختار دفاعیمون جزء تیمای خوب بودیم که رو دروازهمون ایجاد موقعیت نمیدونم تیم دوم فکر کنم بودیم حالا اگه با سپاس از شما که بیننده این بخش خبری بودید گزارش های خودتون رو می از طریق تلگرام با آیدی اد کانال وان برای ما ارسال کنید همچنین از طریق پلتفرم های اجتماعی در اینستاگرام و یوتیوب چنل وان تیوی همزمان می توانید برنامه های ما رو مشاهده کنید تا بخش بعدی بترود